بازه ها میل ندارم که مصاحبه ای دیگر دیگه بکنم و بازم دو مرتبه فتباب بکنم و باز دو مرتبه یه ایده بگن چرا همچین گفت چرا همچین نگفت. مثلا با ازر خیلی چندی همین تقریبا یه 20 روز پیش با. یه مجلس ختمی بود برای تیمسار رزوانی که فوت کرد در گذشت. خب در اونجا من خواستم و من خیلی علاقه با من دوست همکار نزدیک من بود موقع که من رئیس ستاد بودم و بس رئیس بسرا اداره سیام ما بود و رئیس بسرا داره کارهای عملیاتی و طرحهای جنگی و اینا بله. و بالاخره همکار خیلی نزدیک بودم و بعد از اونم البته از اون بگذشتم دوست بودم و در تمام این سالهای هم که گذشت با هم رابطه نزدیک داشتیم اینا. خب به همین جهت من البته اونجا که رفته از من خواهش کردن صحبتی بکنم. من صحبتی کردم در بابت ایشان و در اونجا البته یه یادی از همه دوستان در گذشته کردم که اصلا گفتم که خوب چقدر البته برای ماهی دیگه آخر عمرمون رسیده فقط چیز خبر خوشی که نمیاد همینطور لایقته هر روز میشتون که این رفت اون رفت متاسفانه. خب اینه که اسامی مقداری اصلا همین نکه من دوست بودن چه نظامی ها چه سیویل ها مثلا این مقدارشون شد برش بردن. خب حالا این مسئله شخصی دیگه هست نظر شخصی من خود من بعد تنیدم حالا یه عده ایراد میگنه که خب چرا اسم اویسی رو نهی بود چرا اسم فلانی رو نهی بود. خب بهتر بعضی اسم رو نبودیم بهتر. شما که البته من با اویسی آشنا بودم نمیگم آشنا نبودم ولی احترام براش خواهر نبودم آفه. و برای آدمی بود که به علاوه رفت از عراقی پول گرفت و هر جنگ رو تشویق کردن اصلا یکی از عوامل جان را انداختن جنگ با ایران هم همون بود آفرین درود و بعد هم که نمیدونم از گوش و بالعزتش اشتقه بودید و آفرین نمیدونم از این کارا. خب من چطور چه اسمونه چه بیارم اصلا من اسمشه نمیارم البته حالا مجبور نیستم که اسم بیارم. حالا من مسئله منظورم اینه که کوچکترین هر بیشه ادم بگیرنه شروع میکنم به ایجاد ناراحتی کردن. من بخوام دیگه در 80 سالگی سر پیری دیگه بخوام بشستم کنار بخوام این دیگه ناراحت نباشم دیگه انگولش هم نکنم. جناب چی مثلا میدونید که افرادی که مصاحبه میکنن اینها معمولا خودشون یه خط و خطوطی دارن بعد هر کسی بر اساس خط و خطوط خودش یک سری سوالای رو مطرح میکنه و یک سری جواب رو از افراد این هست ولی خب میدونین افرادی هم هستن که وارد این خط و خطوط دو جریانات نیستن. یکی از یادگاره های رضا شاه هستید یعنی روزنامه این نیروهای مسلحه یا که پژمان در پاریس رو انداخته نیما حالا تمام مدت این نوشته های من رو داره پخش میکنه و افسرها صحبت میکنه به تخیل هم انترسانه برای اینکه مسائل مهم است که من راج در این ساعت بیکاری که داشتم راجع به اینا نظرم من نوشتم اونا رو مینیسه و مطرح میکنه و خب بعضی ها مثلا نظرهایی میکنن و اینا لابد نم شاید دیدی یا ندیدی. بله بر من میفرستیشون لطف داره ولی جناب چیز یه سوالی من دارم اگر در راه همبستگی و برادری شما عرض بکنم که من معتقد نیستم که متاسفانه ملت ما یه ملتی هستن تکرو ملتی هستیم که ما به هم همبستگی پیدا نمی کنیم کار دست جمعی از ایرانی ساخته نیست که همبستگی تمام مدت الان 15 سالی که دارین در خارج از همبستگی همه صحبت میکنن آقای امینی از همبستگی صحبت کرد نمیدونم بعد آقای بختیار از همبستگی صحبت میکرد و دیگر رو صحبت میکردن هر کسی رسیده آقای نظیر صحبت میکنه در آلمان صحبت میکنن ولی کدوم همبستگی کجاست؟ اینا خب همه خودشون
وابسته بودن، وابسته که نمیتونن بیان از همبستگی صحبت کنن. متاسفانه باید اینه ما بالاخره قبول کنیم که عیب خودمون نبدانیم، بدانیم تا اگه عیب خودمون نداریم که اصلاح نخواهیم شد. درست. ما مردمی هستیم که هممون مستبد برای هستیم، همه میگیم حرفی که من میزنم درسته، حرفی دیگرون میزنم غلط. بله متاسفانه درست میگم. این اخلاق ملی ما است متاسفانه. حالا من نمیگم خود منم اینجوری نیستم، ولی خب این اخلاق ملی ماست. با این اخلاق که آدم حاضر نیست هیچ گذشتی بکنه، حتی گوش بده به حرف طرف دیگه، ببین اون طرف چی میگه، حرفش اگه درسته خب قبول کنه، یا غلط اگرم قبول نمیکنه بگه خب اونم یه راه حله. ولی خب اینجوری که نیست. اینجا ایرانی ها، ما ایرانی ها اینطوری هستیم که میگیم که یا حرف من قبول میکنه، هر کسی حرف من قبول کرد با منه، و هر کسی عقیدش مثل من نبود بر منه. متاسفانه. حالا چه همبستگی شما میخواید ایجاد بفرمایید؟ این همبستگی کجاست؟ بعد از 15 سال مگه همبستگی درست شده؟ کوچکترین همبستگی وجود پیدا نکرده. حتی اینجا دور همدیگه جمع نمیشن که زیر بغل اقلا یکی رو بگیرن که از گرفتار است و هزار تا بدبختی داره. درست میبن. متاسفانه آره، درد بزرگی است. این بیشتر هم جناب تیم سر من فکر کنم بعد 22 بهمن این مسئله شدت پیدا کرد. یعنی تا قبل از اون در مراحلی از تاریخ پیش می اومد که افراد یه جورایی به هم بله اونجا برای پول، برای خارچاکونی و برای دزدی و برای لفلی همه با هم دیگه می ساختن. بله ایرانی ها اینطوری هست. متاسفانه. نه برای خدمت حقیقتا به مملکت و وطن و نمیدونم از خود گذشتگی و فداکاری اینا نه، ولی برای لفلیس و برای دزدی و برای کارهای بد کردن و اینا بله با هم دیگه میسازن خیلی راحت. بله متاسفانه. جناب تیم سایی که از مشکلات همین میدونین که واقعا الان بعد 15 سال حرفش میزنن دچار مسئله شده، خود همین مسئله 22 بهمنه. اگه خاطرتون باشه موقع تشریف برده بودیم برگشتین لندن، هنوز لندن بودین مثل که نیومده بودین تهران، که خود شاه هم در اومد در رادیو گفت من صدای انقلاب، جریان صدای انقلاب که ارازت فر بودن که صدای انقلاب شنیدم، که البته اونم آقای نمیشن مثل که آقای نصر فتوز نصر نوشته بود. بله اونم تقلید چیزی کرد، جنرال دوگل کرد که در الجزیره گفت روزه آتاندی. بله اینم ایشان یه حماقت بزرگی فرمودن که در موقع انقلاب وقتی که آدم عده برای عده که با آدم میتازن اگه جلوشو نرمی بکنی دیگه کار از کار بدتر میشه دیگه. شما بعد از این بود که نپذیرفتین وزارت دفاع رو؟ وقتی اومد به چیز نخست وزیری انتخاب کردن، اون مرا به عنوان وزیر دفاع خواسته بود، که البته در اینجا به من مراجعه میکردن که شما برای این کار انتخاب شدی بیا، و من تلگرافی مستقیما به حضور اعلیحضرت از وسیل سفارت فرستادم که خب بجید دلایلم رو گفتم که نمیتوانم قبول کنم، و اولی برای گوش نکردن. همینطور لیاقت روز و شب به تلفن، پشت تلفن آخرش دیدم که اعلام کردن. من ناچار گفتم که خب ناچار باید خودم برم با اعلیحضرت روبرو صحبت بکنم، برای اینکه اینجوری که اینا که متقاعد نمیشن من هرچی میگم که با از من این کار نمیخوام، ولی بله این کار از من در این اوضاع احوال ساخته نیست. اون آدمی که حساب نمی کنه که ببینه کاری از احدش برمیاد یا بر نمیاد و اون کار قبول بکنه احمد فقط. بالاخره هر کسی باید ببینه که وقتی که رشی یک مسئولیتی رو پیشنهاد میکنن ببینه از احده انجام اون مسئولیت برمیاد یا شرایط مثلا هر کی بشه اون مسئولیت انجام بده یا نه، وقتی دیدید و شرایط وجود نداره یا خودش از احدش بر نمیاد، خب باید با کمال صداقت دیگه خب برای از احده من صادق ساخته نید. یعنی شما فکر میکردین که کار از کار گذشته؟ یعنی امکان داره که کار از کار گذشته؟ یعنی چرا دیگه؟ اولا که
اولا که بعد از آقای نمیدونم